انتقادهای های بسیار زیاد مطرح شده نسبت به ای که آجندا با مردم هنوز شریک نشده در واقع امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع را بیان کرد و گفت که با وجود که چند روز مانده به نشست استانبول هنوز مردم افغانستان از جزیات آجندا خبر ندارند شما چی معلومات را میتونین از آجندای نشست استانبول با بیننده شریک بسازین؟ همانطور که در جریان هستین در دوحه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای قطر، ایالات متحده امریکا، ترکیه و همچنان سازمان ملل متحد نشست های پای را پیرامون چیگونگی آجندای صلح افغانستان در کنفرانس ترکیه دارن و روی از که آجندا شامل کدام موضوعات باشد بحث های متداوم جریان داره و خوشبختانه که تلاش همگانی تیم برزیست تا آجنده رقم ساخته شود که مؤثر روی روند صلح افغانستان و مخصوصا روی روند مذاکرات پیشرفت و سرعت و موفقیتش باشه از موارد آجندا اگر به چند موارد اشاره بکنین مهمترینش از دید حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ آجندایی که قرار است برای کنفرانس ترکیه آماده شود البته معلومدار که نظر جوانب مختلف در این رابطه گرفته میشه اما انوز یک موضوع تحت کار است انوز زیر بررسی و صحبت است تا کدام موضوعات مهم و اساسی برای مردم افغانستان که ارزش اساسی داره و اونا میخواین که در این راستا پیشرفت و موفقیت باشه شامل آجندای مذاکرات شد. البته بسیار مهم است که در قسمت موضوع ساختار سیاسی افغانستان مشارکت مردم، حفظ ارزش ها، حفظ حقوق زنان، حفظ حقوق قربانیان و همچنان رسیدگی به اونا و همه حفظ آزادی بیان همه میتونه مسائل باشه که از طرف مردم همیشه اینا مورد تایید و تاکید قرار گرفتن و اونا خواستن که این مسائل در داخل مذاکرات صلح اگر در دوحه است و یا در هر جای دیگر روی این موضوع بحث میشه ای از موضوعات باشه که مردم افغانستان به طور متداوم سرش تاکید داشتن خب شما از حقوق زنان گفتین و به مسائل مختلف اجتماعی مدنی مورد تایید افغان ها صحبت کردین های دیگه هم صورت گرفته از نحوه پیشبرد این روند و که حضور زنان بسیار کمرنگ بوده و خصوص و کنفرانسی که در مسکو بر حال دایر شد اشاره می و اکنون هم مردم نمیدانند که چه تعداد از زنان افغان در این کنفرانس شرکت خواهند داشت و از زنان خبرنگار هم به خصوص نگرانی های ابراز شده در خصوص آینده آزادی بیان در افغانستان و آزادی مطبوعات این قسمت چی معلومات تازه میتونید بر ما ارائه بکنین؟ آیا مشخص شده که چند زن در ترکیب تیم افغانستان به کنفرانس در استانبول خواهد بود؟ در رابطه حضور زنا و نگرانی هایی که پیشتان وجود داره در قسمت مذاکرات سال در, در دوها شما میفهمین که اینجا چهار خانم در تیم حضور دارن اما حضور چهار خانم در تیم تنها منحصر به حضور امی چهار خانم نمیشه در جریان مذاکرات صلح افغانستان از آغاز تا به حال ما همیشه صدای زنا را در روند صلح از دور و نزدیک داشتیم و اونا نظریات خدا، نگرانی خود و پیشنهادات خود با تیم مذاکره کننده شریک ساختن از طرف دیگه موضوع زنا تنها موضوع مرتبط به چهار خانمی که در تیم مذاکره است نیست تمام اعضای هیئت مذاکره کننده در قسمت حفظ حقوق زنا دستاوردهایشان دهی چند سال گذشته تاکید دارن و اونا خیلی مهم است چون شما گفتین در مسکو متاسفانه ما فقط یک خانم داشتیم که اشتراک کننده بود ما توقع داریم و همینطور که شما در جریان هستین صداهای زنا در این راستا با, با هم صدایی کامل و خاطر اشتراک گسترده زنا در کنفرانس ترکیه اه که اه 51 فیصد جامعه افغانستان زنا تشکیل می و در اونجا هم اونا نقش تاثیرگذار و اساسی روی روند صلح افغانستان و تضمین موفقیتش داشته باشن همچنان ادامه دارم از طرف هم حال ترهای زیاد گفته شده که پیشنهاد شده که از حکومت افغانستان در کنفرانس مطرح شده و خب مشخصا ارک هم ترهای را پیشنهاد کرده و از صحبت شده امروز بود دیگه که مطرح است در اجتماعی است که چرا تعداد ترهایی که پیشنهاد میشه بسیار زیاد است و از جوانب بسیار مختلف است و چیگونه میشه که تمام این ترها بررسی شود در این زمان کم با, با یک اجماع برسند پاسخ شما به این ها چیست ببینید در مورد صلح افغانستان خوشبختانه به خاطر تامین صلح در افغانستان اتفاق نظر وجود داره ولی سر از اینکه چه قیمتی برای این روند پرداخته شوه تا ما از جنگ به صلح برسیم هنوز یک اجماع بسیار کلی وجود نداره طرحهای مختلف وجود داره طرحها تحت کار هسته و همگی از اینا قرار است که در یک مرحله به یک چیز توحیدی و نهایی برسد تا در اون مرحله باز یک چیز واحد در کنفرانس ترکیه پیشکش شد از طرف جمهوری اسلامی افغانستان خب صحبت های مطرح شده بود که اگر از جانب طالبان رهبرشان شرکت بکنه ریاست جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس حضور خواهد یافت در این باره چی معلومات تازه دارین؟ آیا هنوز برنامه همی است؟ معلوماتی که من دارم تا حال سطح اشتراک و مولول اشتراک افراد در کنفرانس نهایی نشده بعد از اینکه این نهایی شوه باز جانب جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم خواد گرفت که سطح اشتراک تیمی که از افغانستان می در کدام سطح باشد